سپاسگزارم. من از شما سپاسگزارم. من شایسته این همه تعریف نبودم آقای امینی. آقای امینی، یه چیزی که میخواستم ازتون بپرسم این که یکی از هممیهنان بعد از این که برنامه هفته گذشته پخش شد به من زنگ زد، گفت این نخبه کشی چی شد پس؟ فقط کسروی رو میخواستین بگین؟ گفتم نه، حالا آقای امینی تشریف میبرن به اروپا، برمیگردن، همه رو براتون میگن. ما فکر به نخبه کشی به یه مفهومی به موضوع داور هم اشاره کردیم. البته داور رو کسی نکشت، ولی خودکشی کرد، ولی بر روی یک نوع نخبه کشی در جامعه ما. ولی فکر میکنم بد نباشه که یک دوره برنامه در مورد فرهنگ نخبه کشی در ایران داشته باشیم و به ویژه به نخبه کشی بدون کشتن بپردازیم. چون نخبه کشی تنها در این نیست که آدمی رو کشتن، نخبه کشی در این است که کسی رو خانه نشین کردن. تمام کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه، جمهوری اسلامی که از مرز نخبه کشی گذشته، نسل کشی میکنه و یک بخشی از جامعه ایران رو اصلا حذف کرده. ما در مورد دوران مدرن ایران صحبت میکنیم که نخبه کشی مورد نظر بوده، و یعنی امروز که به راستی اصلا نمیتوان از نخبه کشی صحبت کرد، چون در کشتن نخبه و غیر نخبه رو اصلا از هم تمیز نمیدن و همه رو از میان میبرند و میکشند. و رفتار حالا کشتن هم به کنار، شما اگر یک یهودی بسیار توانا باشی در کار فرهنگ، یک بهایی بسیار توانا باشی در کار دانش، اگر یک ارمنی بسیار توانا باشی در کار صنعت، شما از یک شیعه بی سواد بی دانش فرومایه که به ولایت فقیه و فقه جعفری باور داره و دکترا در دانشگاه کاردان گرفته، خب خیلی پایین تر است. این گرفتاری های بسیار دردناک جامعه امروز ماست که فرومایگی رو بر بلندی نشاندن و به گفته بیهقی به عالم هیچ بلایی فزونتر از آن نیست که فرومایگان به بلندی رسن. یه بار دیگه بگین. به عالم هیچ بلایی فزونتر از آن نیست که فرومایگان به بلندی رسن. میگن ارسطو اینو اولین بار گفته بوده به اسکندر. حتما. این ببینید، این یک داوری است که باید در ذهن هر انسان فرهیخته و با دانشی باشه. حتی مولانا این رو در سروده‌ای، با همه نقدی که به برخی از اندیشه‌های مولانا من دارم، در نقدی به نام پیامبر اسلام میگوید، به نام حدیث نبوی، گفت پیامبر رحماری بر جان من کان غنی ففتقر، گفت پیامبر که بر این سه گروه رحماری در ز سنگید و ز کوه، آنکه بود با مال و بی دینار شد، وانکه او بعد از عزیزی خار شد، وان دگر آن عالمی کاندر جهان مبتلا گردد میانه ابلهان. این گرفتار شدن یک آدم با دانش و با نگاه بلند در میان ابلهان، خب یک گرفتاری بزرگ تاریخی است. به همین دلیل هم آدمی مانند بیهقی که درباره استاد خودش میگوید که قلم را لختی بگریانی، خب گرفتاری های تاریخی جامعه ماست که فردوسی رو باشون رفتار رو میکنند و برمکی رو به دار میآویزند و میکشند و خیلی ها رو. اصلا این پدیده نخبه کشی که اشاره کردید واقعا به راستی در تاریخ ایران پدیده بسیار بسیار دردناکی است، و در این زمینه کار بسیار ارزشمندی هم در چند جلد کتاب به نام نخبه کشی در ایران انجام دادند و اینها رو باید بررسی و مطالعه کرد. آقای امینی، هفته پیش به مناسبت درباره قانون ناظر شرعیات، بله، قوام السلطنه در مجلس به تصویب رساند و تا سال حدود 45 هم در ایران اجرا می شده سخن گفتید. من میخواستم بپرسم که
این قانون با اون قانون، با اون مصوبه قانون اساسی مشروطه که گفته بود 5 مجتهد باید در مجلس نسبت به شرعی بودن قوانین رأی بدن. اصل دوم مصمم بود. این دوتا تداخل نداشتن؟ نه نه، ببینید نخست اینکه من هفته گذشته این که گفتم این قانون عملا تا 1345 اجرا میشد، ناظر شرعیات، به این معنا گفتم که قدرت داشته اون موقع. تا آستانه انقلاب 57 این قانون هنوز وجود داشت. شما اگر بروید کتاب‌های درسی آخرین دوره پهلوی رو نگاه کنید، می‌بینید که در کتاب‌های درسی دبیرستانی آقای بهشتی و کسان دیگری به عنوان در پشت آقای باهنر، باهنر و دیگران، اینها حتی در وزارت آموزش و پرورش اون زمان دفتر داشتند زیر نظر خانم وزیر. بله، اینها کسانی بودند که هنوز زیر اون قانون ناظر شرعیات ملاحظه میکردن. البته اینکه گفتم در از سال 1345 تقریبا به پایان رسید، برای اینکه در دوران محمد رضا شاه از تقریبا میانه سالهای 40 پنبه این داستان رو زده بودند، یعنی دیگه نقشی آخوندها در نوشتن کتابهای درسی و نظارت بر کتابها نداشتند. خود حکومت بیشتر بیمناک بود از انتشار کتابی مانند شیعه‌گری تا آخوندها که بر روی نفوذ چندانی دیگر در حوزه سپهر سیاست و اقتصادی فرهنگ ایران نداشتن به اصولاً. ولی برگردیم به نکته‌ای که مطرح کردیم. اصل دوم متمم قانون اساسی امتیازی بود که مجلس به یا روشنفکران اون زمان ایران به شیخ فضل‌الله نوری داده بودند و به هماندیشان شیخ فضل‌الله نوری. جناب مهری، خیلی جالب است که در طبقه بندی نمایندگان مجلس در اون 6 گروهی که بنا بوده که نماینده به مجلس بفرستند در مجلس اول، ما پدیده‌ای به عنوان روشنفکر و درس خوانده نداریم، یعنی یکی از 6 گروه نیست. و اینها حتی آدمی مانند تقی‌زاده هم به عنوان یک روشنفکر به مجلس راه پیدا نکرده، و اونها هم که روشنفکران مشروطه بودند و به مجلس راه پیدا کردند، در یکی از این طبقه های 6گانه دیگری که نظامنامه انتخابات مجلس اول تنظیم کرده بود به مجلس راه یافتند. جامعه ایران پذیرایی نبود که یک گروهی رو به عنوان روشنفکر یا منور الفکر یا آدم های با دید بهتری به عنوان آدم هایی که بیایند و در این مجلس شرکت کنند بشناسه. نماینده زرتشتیان ایران در مجلس اول یکی از برجسته ترین روشنفکران مدرنیته ایران در اون هنگام به شمار می آمد، ولی نماینده روشنفکران نبود، نماینده زرتشتیان بود. و به همچنین دیگر نمایندگانی که جنبه های بسیار روشنفکرانه داشتند، و بسیاری از روشنفکران هم به مجلس راه نیافتند، و چه بسا اگر مجلس مجلسی بود که شاید 20% روشنفکرانی که مشروطه رو درست کرده بودند به اون راه می آفتند، قوانین خیلی بهتر از این می شود. در مجلس اول هنگامی که امتیاز به آخوندها می دادند، چون به هر روی پیشرفت مشروطه با اون شتابی که انجام گرفت و توانایی هایی که جامعه ایران یافت و بدون خونریزی انجام شد، بدون پشتیبانی 3 مجتهد برجسته نجف شدنی نبود. یعنی اگر آخوند خراسانی، مازندرانی و نایینی و دیگران پشتیبانی نمی کردن، به این آسودگی انقلاب مشروطه جلو نمی رفت. حتی در هنگامی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، فتوای اونها بود که محمد علی شاه رو یک از دین برگشته و دشمن مشروطه خواند. امتیازی که داده بودن، البته امتیاز هم تنها نبود، باور چیره و جامعه ایران در میان بسیاری از بزرگان جامعه ایران بود. در اصل دوم متمم قانون اساسی، اصل اول که بر روی یک
اصل فرمایشی پس از رفتار نادرشاه و اون دوره کوتاهی بود که مذهب رسمی در ایران برچیده شد و قاجاران این رو برگردوندن به رسم و سبک و سیاق دوره صفوی. مذهب شیعه جعفری رو مذهب رسمی اعلام کرد و در اصل دوم متمم قانون اساسی با یک شگردی این رو آوردن که 5 نفر رو به حکم قرعه از میان لیستی که روحانیان نجف میدهند انتخاب کنند که اونها ناظر بر قوانین باشن، یعنی شورای نگهبان باشن. هیچگاه اجرا نشد، یعنی مدرس به عنوان نماینده علمای تراز بهش میگفتند آمد و مشورت هم میکردند با این علما در مورد قوانین، ولی از مجلس سوم به این سوی به کنار رفت و از مجلس چهارم که دوران آغاز دوران فراز رضا شاه به پادشاهی است به قدرت و سپس پادشاهی، این نسل تراز اصلا فراموش شد. و جالب است که در دوران پس از پایان دوره پادشاهی رضا شاه، هنگامی که محمد رضا شاه به پادشاهی رسیده بود، یکی از درخواستهایی که یکی از خواستهایی که آخوندهای بزرگ مانند آیت الله قمی و دیگران در مقابل دربار قرار میدادند و از جمله خمینی در سالهای پس از اون مقابل محمد رضا شاه قرار داد، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی بود که هیچگاه اجرا نشده بود. یعنی قوانین مجلس رو از بازبینی روحانیان نمیگذراندند، این نبود که اونها نظارت کنند، تموم شده بود. این اصل دوم متمم قانون اساسی هیچگاه اجرا نشد. اینجا و اونجا مدرس داوری هایی کرد، ولی داوری های او هم داوری اون هیئت روحانیان نبود، چون هیچگاه اونها رو بر نگزیده بودند. بنابراین اصل دوم متمم قانون اساسی، اصل به قول به گفته به هر حال حقوقدانان، اصل متروک بود. یعنی هنگام که شما یک قانون متروک یا قانون کنار نهاده شده دارید، نمیتوان دوباره اون رو بازگردان. و در تمام دوران پادشاهی محمد رضا شاه هیچگاه این قانون، رضا شاه و محمد رضا شاه، هیچگاه این اصل دوم متمم قانون اساسی انجام نشد و بسیار هم نیک بود که انجام نشد. هیچگاه یک گروهی از روحانیان بر قوانین چیرگی نداشتند. ناظر شرعیات در این مورد نیست. در اصول قانون اساسی ایران، متمم قانون اساسی ایران، یکی از شگفت‌آورترین و زیباترین بخش‌های قانون اساسی ایران آزادی مطبوعات است که به طور مطلق آزادی به مطبوعات داده و به چاپ و انتشار کتاب و غیره. این رو آمدن کنترل کنند. البته کنترل هم میشد، نه اینکه نمیشد. در زمینه‌های بسیاری بر ساختار قضایی ایران گرد شرعی پاچیده بودند و تا حدودی کنترل میکردند، ولی در قانون مطبوعات تنها بندی که وجود دارد که جلوگیری میکرد از آزادی نوشتاری در این بود که هیچ نوشته‌ای نمیتواند در برابر دین مبین اسلام و شریعت جعفری باشه. ولی روشن نشده بود که کی این دشمنی رو تعیین میکند. قوام السلطنه در اون امتیازی که میخواست به آخوندها بدهد در برابر فراکسیون سوسیالیست‌ها برای دادن گرفتن امتیاز نفت شمال برای استاندارد اویل، یک معامله سیاسی بود، نیاز هم داشتن، 10 میلیون دلار میخواستن وام بگیرن، آمد و این قانون ناظر شرعیات رو به مجلس برد. البته پیش از اون هم کارهای دیگری شده بود، ولی این کار بسیار بسیار دردناکی است که میراث دوران قوام السلطنه است و پیوندی با اصل دوم متمم قانون اساسی ندارد. ناظر بر مطبوعات است که توهین به دین نکنند. کی تعیین میکنه؟ مراجع مجتهدان. کتاب منتشر نشود که توهین است، به این بهانه جلوی کتاب شیعگری احمد کسروی و بسیاری از کارهای دیگر رو گرفتن. حتی برگ هایی از کتاب از سبا تا نیما رو کندند، چون در اونجا توهین به شمار می آمد. یا کارهای
آدمیت رو اجازه ندادن تجدید چاپ بشود. اینا چیزهایی است که برای در تاریخ ایران بوده. خیلی ممنون آقای امینی. بفرمایید که ما در چند جلسه درباره عدلیه، درباره داور سخن گفتیم و پرسش های من با شما مطرح کردم، نکاتی درباره کسروی در دوران کارش در عدلیه مطرح شد، اما همه اینا یه رشته پرسش هایی در میان هممیهنان پدید آورده. بیشتر نظر این کسانی که این مطالب رو میگویند این است که بزرگترین نقص عدلیه ایران دخالت دولت مرکزی و خودکامگی سیاسیون بوده، از همون زمانهای قدیم، یعنی از زمان حتی صفویه. درسته؟ ببینید کاملا نه، یعنی این برداشت رو شاید کسانی از اون بخشی از برنامه من و شما در باره عدلیه داور بگیرن که خورده هایی که به درستی به داوری من به نقش داور، نقش دولت مرکزی، نقش دربار در عدلیه دادگستری داشتیم و دوران پس از اون هم بر این باور هستم که دربار و دولت در کار ساختار قضایی ایران دخالت میکرد، استقرار رو از اونها گرفته بود، این برداشت رو ممکن است بدهد که من بر این باور باشم که بزرگترین گرفتاری پیدایش ساختار حقوقی مدرن در ایران دولت خودکامه بوده است، مانند دولت خود قاجار یا پیش از آن. به نظر من این برداشت ساده ای از صحبت من هست و من همچین داوری ندارم. ما یک ساختار بسیار پیچیده ای در ایران داریم، ساختار پیچیده تاریخی برخلاف اروپا. اگه شما اروپا رو نگاه کنید، شما با یک زندگی شهری در اروپا در 300 سال گذشته روبرو هستید و درگیری های درون جامعه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اروپا درگیری های اساسا مدنی شهری است و به تدریج شهر در مقابل ساختارهای غیر مدنی توانا می شود و به همین ترتیب هم ارزش های حقوقی مدنی، ارزش های فرهنگی مدنی چیره می شود در مقابل ارزش های غیر مدنی. ما در ایران این پدیده رو نداشتیم، اگرچه هنگامی که به تاریخ ایران نگاه می کنیم می گوییم که کهن‌ترین شهرهای جهان، از جمله برخی از کهن‌ترین شهرهای جهان در این سپهر جغرافیایی ما بوده، ما حکمتانه یا همدان رو داشتیم، نیشابور رو داشتیم، شهرهای دیگری رو داشتیم که بسیار شهرهای کهنی بودند و زندگی شهری ما در ایران داشتیم، این زندگی شهری، زندگی شهری به مفهوم مدرن کلمه نیست. کشور ایران از دوران پس از چیرگی اعراب اساساً یک کشور ایلیاتی شده و هر روز هم بیشتر چهره ایلیاتی به خودش میگرفته و این به ویژه پس از دوران سلجوقی و سرانجام مغول و تیموری کاملاً قابل دیدن هست که ما با یک جامعه ایلیاتی در ایران رو برو هستیم، فرهنگ ایلیاتی، حتی ساختار فرمان روایی ایلیاتی رو برو هستیم. توایف قزلباش هستند که دولت صفوی رو به وجود می آورند و همچنان در کانون اقتدار دولت صفوی باقی می مانند و نقش و جایگاه بسیار مهمی دارند تا شاید نزدیک به 70 سال پس از پیدایش دولت صفوی اصلا ما با یک گروهی به نام روحانیان روبرو نبودیم. رفته رفته هستی اینها به وجود می آیند، اینها حتی برخی از اونها وارداتی هستند، بسیاری از روحانیان شیعی از جبل عامل و از بحرین، از این منطقه احصا و بحرین و منطقه لبنان، جبل عامل لبنان، ولی احصا و این بحرین رو، این منطقه عربستان رو بحرین می گفتن، منطقه ای از کناره در واقع دریای کناره خلیج فارس است، همه از اونها وارد شدن و ما روحانیت یا آخوند وارداتی داشتیم در واقع بیشتر و در نتیجه میتوان گفت که
ببخشید آقای امینی، بعضیشون میگن که فارسی هم نمیدونستن. به هیچ وجه. حتی شیخ بهایی که رایزن شماره یک شاه عباس بوده، 8 سالگی به ایران آمده و در 8 سالگی فارسی نمیدانسته و پدرش اصلا فارسی نمیدانسته و یکی از شیخ الاسلام های بزرگ ایران میشود پدر او. و خود او البته شیخ بهایی فارسی آنچنان یاد میگیرد که شما اگر کشکول بهایی رو بخوانید، یکی از کارهای بسیار برجسته زبان فارسی با دیدگاه به حال دینی است و او نخستین کسی است که یک رساله عملیه نام‌آور شده به فارسی می نویسد. البته چند سال پیش از او کسی دیگری نوشته ولی نام‌آور نشده. ولی بر روی این است که ما در ایران با تا دوره قاجار با این پدیده روبرو نبودیم که ساختار روحانیون شیعی بتواند چیرگی بر ساختار قضا ایران داشته باشه. در دوره صفوی که یک دوره بسیار طولانی است، 200 و اندی سال دولت صفوی در ایران چیره بوده، ما با یک نظامی روبرو هستیم، با یک ساختار نسبتاً ماندگاری روبرو هستیم. تا حدودی میتوان گفت دولت صفوی تقریباً هم عمر دولت ایالات متحده آمریکا است. این درازای تاریخی رو با خودش داشته و بنابراین فرهنگ و سیاست و اقتصاد و رفتارهای جامعه ایرانی رو برای 200 و اندی در واقع شکل داده. ما پس از اون وارد دوران بحران در ایران میشویم با فروپاشی دولت صفوی، شکست اونها به دست ایرانیان افغان تبار و دورانی که نادرشاه کوشش میکند ایران رو به هم بچسباند و کشته میشود. ما وارد دوران آشفته در ایران میشویم که از دوره زند آغاز میشود، از دوره کشتن نادرشاه و دوره قاجار اوج اون هست و همزمان است با فراز قدرت‌های استعماری در جهان که وارد ایران هم میشود. تا پیش از اون قدرت‌های بزرگ وقتی به ایران وارد میشدن تابع دولت مرکزی بودن. از دوره قاجار به این سوی ما میبینیم که دولت مرکزی به اونها امتیاز میدهد. این است که ما با یک فروپاشی اساسی جامعه عرفی روبرو هستیم. اگر دولت رو دولت عرفی بخوانیم، با فراز جامعه شرعی در ایران روبرو هستیم. اون ساختارهای حقوقی جدا از هم عرفی و شرعی که دوران صفوی ایجاد کرده بودند در دوره قاجار فرو پاشید. و ببخشید آقای امینی، معذرت میخوام، منظورتون چی از این که مقدماتی در زمان صفویه در عدلیه ایران پدید آمد؟ عدلیه نمیتوان به اون گفت، چون میدونید عدلیه بیان یک ساختار حقوقی معینی است. در اون دوران عدلیه وجود نداشت، اما روشن بود در اون هنگام در دوره صفوی که امور عرفی رو کسانی اداره میکردن و امور شرعی رو دیگران. در پایان دوره صفوی تا حدودی فاصله اینها کم شد، ولی در اوج دوران صفوی این ساختار عرفی، یعنی داوری قضایی در مورد مسائل زندگی امروزی مردم، پیمانها، قراردادها و غیره، از مسائل مربوط به شهر جدا بود. بودند کسانی از میان روحانیان که در مورد مسائل عرفی هم داوری میکردند، ولی وارد این حوزه میشدند. دوره قاجاری به پایان رسید، یعنی دولت قاجار آنچنان ناتوان بود و آنچنان در هم ریخته بود که قدرت در واقع میان 3 گروه تقسیم شد، چه در حوزه حقوقی و قضایی، چه در مورد سیاست و اقتصاد. شاهزادگان قاجار که دربار و پادشاه در کانون آنها بود، سران ایلات و عشایر و امیران محلی که بسیار هم توانا بودند، و روحانیان ایران که اینها هم خودشون به 2 دسته تقسیم می شدند. کوشش کردند در دوره قاجار مدل صفوی رو بیاورند که شیخ الاسلام انتخاب کنند، مجتهد جامع شرایط برای هر شهر بگذارند، امام جمعه در واقع انتخاب کنند. صدر و صدور هم انتخاب میکردن؟ صدر و صدور مال دوران صفوی است. صفویه. در دوران قاجار کوشش کردند که در هر شهری یک شیخ الاسلام، یک مجتهد، یک
امام جمعه انتخاب کنه. یا آیت الله، آخوندهای بلندپایه مجتهدان زیر بار دستور پادشاه نمی رفتن. این است که از آخوندهای درجه دوم شیخ الاسلام و مجتهد انتخاب میکرد، چون اینا لقب بود. بسیاری از همیهنان ها فراموش میکنند ثقة الاسلام، مجتهد، امام جمعه، اینها لقب های داده شده از سوی پادشاه قاجار بود، مانند شوکت الملک، مانند مشیر الدوله، اینا هم لقب بود. اینها لقب های دولتی بود، اونها لقب های مذهبی بود. یعنی شاه بود که تصمیم میگرفت وقتی که ثقة الاسلام رو در تبریز اعدام کردن، ثقة الاسلامی به کی برسد؟ این نبود که یک ساختار دینی در تبریز این لقب ثقة الاسلام رو به طور طبیعی برمیگزید، یا مجتهد تبریز. مجتهد تبریز بود، ولی در واقع ولیعهد بود که او رو مجتهد تبریز میخواند. به همچنین در شهرهای دیگر این است که یک نوع ساختار تازه هم به وجود آمد. گروه گسترده ای از آخوندهای درجه دوم، اینها قاضی شرع و مجتهد و صاحب قضاوت شدند و جامعه ایران به جایی رسیده بود که اصلا نمی توانست ساختار حقوقی مدرن در اون به وجود بیاید. قدرت پادشاه یک طرف بود، قدرت حاکمان محلی سوی دیگر، قدرت روحانیون که در دو گروه تقسیم شده بودند، روحانیان تراز اولی که فتوا میدادند و روحانیانی که لقب میگرفتند. یک نوع ساختار در هم ریخته و در هم پیچیده حقوقی رو در ایران ایجاد کرده بود که آخوندی میتوانست دستور شرعی در مورد حکمی بدهد، حاکم با اون حکم مخالف باشد، آخوند دیگری حکم هر دو رو لغو بکند. پادشاه هم میگن در دوران قاجاریه به قدری وضعیت فقهی و اصولی عدلیه به هم خورده بود که سفیر فرانسه در یک گزارشی میگوید که روده آدمی رو که کشته بودن دور گردنش پیچیده بودن. ببینید این ویژگی اون زمان، شما اگر شما نگاه کنید به دستورهای دینی، خب کسی رو که میگفتن مثلا از دین برگشته است، ملحد است یا دزدی کرده، بر پایه فقه شیعی که برای چیره بود در ایران، یه دستورهایی برای او داشتن. زنا کرده، چنین رفتاری باید برو کرد. پادشاه و حاکمان هیچ بهایی به این نوع ارزش ها و قوانین نمی دادن. یعنی حتی قوانین شرعی که سازمان یافته تر از قوانین عرفی بود، می توان گفت قوانین عرفی پلیدتر بود. این نکته‌ای که اشاره کردید به سفیر فرانسه، نخستین سفیر فرانسه در ایران گزارشی می دهد بسیار دردناک. آقا محمد خان قاجار در سال 1796 میلادی، سال هفتم انقلاب فرانسه، بله، این خیلی دردناک، در مشهد یکی از اروپاییانی که همراه این فرانسوی‌ها رفته بوده، خب نقاشی میکنه از چهره آقا محمد خان، همینی که ما همیشه میبینیم از چهره آقا محمد خان قاجار، همونه، همون. و این نقاشی رو ایشان، این گراور رو میدهند به یکی از فراشان، یه افسری از نظامیان که با خودش در قاب شیشه‌ای هم کرده بودن با خودش به تهران بیاره. این سفیر فرانسه میگوید که وقتی این پیکره، این شیشه، وقتی میرسه به تهران، شیشه قاب شکسته بوده. حکم آقا محمد خان قاجار بوده که هر دو چشم این آدم رو از بکنن، اصلا با قاشق، میدونی که با قاشق که چشم رو در می آورد. و این آدم جرمش این بوده که قاب شکسته، یعنی شیشه شکسته، پیکره اعلی حضرت هم چیش نشد. خب این نمونه هایی است که میگفتن، یعنی اول شکم رو پاره میکردن، روده رو در می آوردن، دور گردن یه نفر میگذاشتن، بعد این آدم نیمه جان رو میگذاشتن
مینداختن بین حیوانات و گراز و اینها که اینو بخورند، یا میخهای بزرگی داشتن که آدمها رو به زمین میخ میکردن. خب اینها ساختار حقوقی و قضایی اون زمان بوده. یعنی جامعه ایران به گونه‌ای بوده که دستگاه شرعی نسبتاً سازمان یافته تر از دستگاه عرفی بوده و به همین دلیل است که در پیدایش ساختار قضایی مدرن ایران بسیاری از روشنفکران حقوقدان ایرانی دست به دامان اون سنت‌های شرعی می‌شوند، آنچه که در شریعت وجود داشته و صورت عرفی پیدا کرده، مانند معاملات، خیارات، روابط میان انسان‌ها و یک نوع مناسباتی به وجود می‌آید و گسست میان شرع و عرف رو پدیدار نمی‌کنه. چون برخلاف کشورهایی مانند مثلا انگلستان که پادشاه حتی یه پادشاه خودکامه‌ای مانند هنری هشتم در طلاق دادن همسرش تابع رأی وکیلان بوده، ایران چنین چیزی وجود نمی‌داشته. پادشاه فرمانی که می‌داده فرمان قانون بوده، اجرا می‌شده و کسی هم جرأت پرسش در این مورد رو نداشته. بنابراین پیدایش ساختار حقوقی در ایران که میتوان گفت نخستین کسی که توانست بنیاد آغازین این ساختار حقوقی رو در ایران بگذاره، البته میدونید که متاسفانه در پژوهش تاریخی همه امتیازها مثلا به داور داده میشه یا برمیگردن به دیگران، ولی به نظر من به داوری من باید به 3 نفر امتیاز داد در پیدایش یک ساختار حقوقی در ایران: قائم مقام امیر کبیر، مشیر دوله میرزا حسن خان مشیر دوله، و سپس داور. قائم مقام نخست امیر کبیر چی آقای؟ بله؟ امیر کبیر سپهسالار. امیر کبیر و سپهسالار در واقع کاری رو که قائم مقام آغاز کرده بود رو اجرا کردن. هیچ پروژه تازه‌ای نیاوردن. طرحی که قائم مقام آورد، طرح 8 گانه ساختار قضایی که قائم مقام آورد، در واقع طرحی بود که امیر کبیر هم پیروی کرد و سپهسالار هم کوشش کرد با تنظیم دفترچه‌ها و قانون‌گذاری‌ها اینها رو اصولی تر بکنه، ولی ساختار رو، بنای ساختار رو قائم مقام گذاشت. 8 گروه رو در واقع تعیین کرده بود. نخست امیر دیوانخانه که رئیس دادگاه‌های عرفی، در واقع رئیس قوه قضایی، یعنی دادستان کل کشور، و نخستین امیر دیوانخانه هم پدر مشیر دوله است، پدر بزرگ میرزا حسن خان مشیر دوله. پدر مشیر دوله پیرنیا، کسی که فرمان مشروطه رو از مظفرنشاه میگیره. این خانواده خیلی در ساختار حقوقی ایران بسیار بسیار نقش مهم میداره که چه جایگاهی داشتن در شکل دادن به ساختار حقوقی ایران. صدر دیوان، این یک شخصیت دینی بود، این صدر دیوان که در واقع یک رایزن اون دیوان خانه بود به عنوان آدمی که حقوق شرعی رو میدانند. امیر النجبا، یه نفر رو انتخاب کردن به نام امیر النجبا، یکی از شاهزادگان، که این مسئول این بود که شکایت هایی که علیه شاهزادگان می شود رو امیر النجبا باید بهش جواب میداد. خیلی جالب این رو تنظیم کرده. امیر دیوان کار زنان رو بررسی می کرد، ببینید زنان حرم کارش این بود که رسیدگی کنه به گرفتاری هایی که میان زنان با هم یا با همسرانشون و شاهزادگان به وجود می آمد. امیر لشکر که قاضی عسکر یا قاضی نظامیان بود، نماینده نظامیان در این ساختار ویژه حقوقی بزرگ بود که به وجود آمد. مستوفی دیوان که این رئیس ممیزی و مالیات بود و قاضی مالیات. ناظم العداله که این ناظم العداله که دادستان دیوان عدالت بود. و منشی باشی که این یا رئیس الکتاب که این رئیس دفتر دیوان بود. اینها در واقع نخستین ساختار عدلیه ایران رو در دوران قائم مقام ایجاد کردن. البته نامش عدلیه نبود،
و ولی این در واقع گامی بود برای در این زمینه، ولی واژه عدالت و قانون از این زمان آغاز شد و در دوران امیرکبیر و به ویژه سپهسالار اوج گرفت و به دعوی من کتاب یک کلمه مستشارالدوله تبریزی مهمترین سندی بود که موضوع قانون و برابری قانون بر برابر قانون رو به ایرانیان معرفی کرد. سپس در دوران مشروطه که موضوعش قانون بود، مشیر دوله پیرنیا در مجلس اول، دوم و سپس در دوران چیرگی بر ساختار عدلیه و سپس ساختار مدرسه سیاسی، به داوری من بزرگترین خدمت رو مشیر دوله پیرنیا به پیدایش ساختار حقوقی ایران کرد و متاسفانه به دلیل اینکه از نظر سیاسی لازم بوده که داور بزرگ بشود، که داور خدمت بسیار بزرگی به عدلیه و دادگستری و ساختار حقوقی ایران کرده، در این جای گفتگویی است، ولی اون خدمت بسیار بسیار ارزنده‌ای که مشیر دوله پیرنیا و برادر او و پیرامونیان او به پیدایش دادگستری در ایران کردن بسیار کم رنگ شده و برجسته نشده. پیدایش ساختار حقوقی مدرن در ایران، اگرچه سنگ بنای اون در دوران آن مقام گذارده شده، ولی در دوران پس از مشروطه به راستی باید گفت ما مدیون کار و کوشش میرزا حسن خان مشیر دوله پیرنیا است. ممنونم آقای امینی. بفرمایید که چه شد که در زمان ناصرالدین شاه، آیا ضعف ناصرالدین شاه بود که تمامی قوه قضاییه در چنگ علما افتاد؟ ناصرالدین شاه یه آدم خوشگذران الواتی بود که تا اونجایی که زندگی خودش تأمین میشد کاری به جایی نداشت و چند رویداد بسیار بسیار مهم نشان داد که دولت در برابر علما عملا هیچ کار است. یکی از اونها کشتن گروبایدوف بود، سفیر روسیه تزاری در ایران، که خب به فتوای یک آخوند کشته، تحریک حاج مسیح استرآبادی کشته شد و آخوندها در واقع جانبداری کردن از این موضوع. کشتن بسیاری از اسماعیلی ها در گوش و کنار ایران، کشتن بسیاری از درویشان و خانقاهی ها و کسانی که از هند به ایران می آمدن در این دوران نشان داد که آخوندها دارای قدرت بسیار بسیار زیادی در این زمین هستند. البته پیش از اون در اصفهان قدرتی که ملا محمد باقر شفتی پیدا کرده بود که اون فتوای معروف رو داد که مالیات دادن به دولت محمد شاه رو حرام دانست و دو نماینده بریتانیا که در حضور او مسلمان شده بودند، جاسوس بریتانیا بودند، به دست خودش هم خطه کرده بود اینها رو در واقع حالا دیگه وارد جزئیات من نمیخوام بشم، اینها رو مسلمان کرده بود. خب نشانه ناتوانی دولت مرکزی است. چیزی که به داوری من دو رویدادی که نشان داد که دولت قاجار در مقابل قدرت روحانیان کاری نیست و باید انقلاب مشروطه در بگیرد و باید یک دولت مدرن رو وجود بیاید، یکی کاری بود که ملا علی کنی با سپهسالار کرد. سپهسالار ناصرالدین شاه رو به اروپا برد. در هنگام بازگشت، هنگامی که اونها در از راه دریای مازندران در انزلی پیاده شدند، تلگراف زد آقای ملا علی کنی، بزرگترین مجتهد تهران، مردی که از فقر، از واقعا فقر مطلق به دارایی رسیده بود که بی‌نظیر بود. میگفتن در میان بزرگان شیعی کمتر آدمی به چنین دارایی رسیده، احتکار غله میکرد. تلگراف زد که اگر با سپهسالار به تهران بیایی تاج از سر تو برخواهیم داشت. و ناصرالدین شاه ترسید و سپهسالار رو که به هر حال وزیر او و همه کاری اصلاحات او بود، او رو در مازندران گذارد و او رو والی اون منطقه کرد و به تهران آمد. و این نخستین شکست دولت در مقابل آخوندها بود. دومین شکست قرارداد تنباکو بود.
که به فتوای امروز میدانیم جعل شده میرزا شیرازی. آقای امینی یه دقیقه وقت داریم، ببخش. به فتوای جعل شده میرزا شیرازی دولت پیمان معروف تنباکو رو لغو کرد و این قدرت روحانیون رو نشون داد. روشن بود که باید یک تحول اساسی در جامعه ایران در بگیرد و این در قالب انقلاب مشروطه انجام شد. شروع وقت دار که در انقلاب مشروطه در نوشتن قانون اساسی کمبهاترین ارزش به ساختار حقوقی داده شده. شما اگر بروید و قانون اساسی ایران و متمم اون رو بخوانید ببینید که بخش ساختار حقوقی و قضایی ایران بسیار بسیار کوچک است. تصور این بود که قوه قانونگذاری قوه اساسی است و مجریه، ولی به قوه‌ای که باید قضاوت کنه، جامعه رو از نقطه نظر حقوقی در واقع اداره بکنه، هیچ بهایی داده نشد. در حالی که بنیاد مدرنیته اروپا، بنیاد ماندگاری جوامع پیشرفته در جهان ساختار حقوقی است نه قانونگذاری، چون قانونگذاری میتواند بیاید و برود، ولی اجرای قانون از سوی قاضیان مستقل از قوه قضایی، قوه اجرایی و قوه مجریه بنیاد ساختن یک جامعه مدرن دموکراتیک و سکولار است. شاید بد نباشد که این گفتگو رو در برنامه دیگری با هم پی بگیریم. به خصوص شما هم در مورد که این سروده منوچهری دامغانی رو بخوانید و نخوانید. خب یه بار به مناسبت. خیلی بله. ممنون. بله. آقای امینی بله. عزیز خوب و خوش باشین. در اروپا خوش بگذره و هرچه زودتر بازگردید که به وجودتون نیازمند است این برنامه. سپاسگزارم، مهر شماست. موفق باشید.